جواد خیابانی که تا چند روز قبل درگیر اجرای ویژه برنامه جام ملت‌های آسیا بود، در غم از دست دادن برادر خود رضا خیابانی سوگوار شد. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. مراسم ترحیم رضا خیابانی در مسجد نور میدان فاطمی برگزار شد و همانطور که انتظار می‌رفت خیلی از مجریان و مدیران صدا سیما، اهالی ورزش، به ویژه فوتبال، چهره‌های هنری و حتی سیاسی در این مراسم حاضر شدند و مصیبت وارده را به جواد خیابانی تسلیت گفتند. خیابانی هم به گرمی از تمام کسانی که در این مراسم حاضر شده بودند استقبال و بابت حضورشان در این مراسم تقدیر و تشکر کرد. مجری قدیمی صدا سیما در این مراسم برای دقایقی هم پشت تریبون رفت و در خصوص مرحوم رضا خیابانی و حضور اقشار مختلف در این مراسم به صحبت پرداخت. جواد خیابانی در این باره گفت: رضا خیلی پرسپولیس رو دوست داشت. یه نوه دختری هم داره که اونم عین پدر بزرگش خیلی پرسپولیسیه. اون شب بدون هیچ سابقه قبلی یا بدون هیچ آرزه‌ای در رستوران همگام صرف غذا همراه پسرش و خواهرزاده‌ام و موقع بازی پرسپولیس با آلومینیوم عراق که داشته تماشا می‌کرده، یهو ایست قلبی می‌کنه و تمام. البته نه اینکه به خاطر گل یا باخت بوده باشه. من هم در تهران نبودم و اورژانس هم به خاطر ترافیک سنگین شب جمعه 40 دقیقه بعد از حمله قلبی میرسه، زمانی که دیگه نفسی باقی نمانده بود. عادل فردوسی پور یکی از کسانی بود که در مراسم حضور یافت و به جواد خیابانی تسلیت گفت. خیابانی در این دیدار احساساتی شد و در آغوش همکار قدیمیش اش از چشمانش سرازیر شد. کیومرث هاشمی که در چند ماه اخیر و بعد از روی کار آمدنش در وزارت ورزش سعی کرده ارتباط خود را با تمامی اقشار در ورزش کشور مستحکم‌تر از قبل کند، دقایقی در مراسم ترحیم برادر جواد خیابانی حاضر شد. وزیر ورزش که از سوی چند تر از معاونان این وزارتخانه هم همراهی میشد، با حضور در مسجد نور میدان فاطمی مورد استقبال گرم جواد خیابانی قرار گرفت. مجری قدیمی تلویزیون که در غم از دست دادن برادر خود عزادار بود، از اینکه کیومرث هاشمی با وجود مشغله های فراوان خود در این مراسم حاضر شده تقدیر و تشکر کرد. در حاشیه این مراسم برخی از اهالی فوتبال هم این فرصت را به دست آوردند تا با شخص اول ورزش کشور در خصوص مسائل روز فوتبال به گفتگو بپردازند. علی اصغر پور محمدی هم که در مراسم ختم برادر جواد خیابانی حاضر شده بود، برای دقایقی در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: آقای خیابانی یکی از مجریان خیلی خوب و حماسی تلویزیون محسوب می شود و وظیفه ما بود که امروز حتما به این مراسم بیاییم. خیابانی از گزارشگران و مجریان خوب تلویزیون است، به ویژه اگر قرار باشد حماسی گزارش کند که خیلی پرشور این کار را انجام می دهد. سالها با یکدیگر همکار بودیم و امروز برای عرض تسلیت به اینجا آمدم. پور محمدی در دوره‌ای ریاست شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی ورزش صدا سیما را بر عهده داشت. در خصوص اینکه باید به تمامی رشته‌ها در تلویزیون بها داده شود، عنوان کرد: در دوره‌ای که خود من بودم به همه ورزش‌ها توجه داشتیم. همه لیگ‌ها را مستقیم پخش می‌کردیم. از کشتی، والیبال و بسکتبال تا قایقرانی و بقیه، که این باعث پیشرفت ورزش کشور هم شد. ما کاری به شخص رئیس فدراسیون نداشتیم و از همه ورزش‌ها به صورت یکسان حمایت می‌کردیم. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی در ابتدای صحبت‌هایش در برنامه فوتبال برتر به بزرگترین منتقد خود جواد خیابانی تسلیت گفت. جواد خیابانی در خلال برگزاری رقابت‌های جام ملت‌های آسیا منتقد جدی امیر قلعه‌نویی بود و گاهی اوقات به شدت از عملکرد سرمربی تیم ملی انتقاد می‌کرد. حرفایی که جواد خیابانی پس از بازی با هنگ کنگ بر زبان آورد به شدت باعث ناراحتی امیر قلعه‌نویی و تعدادی از ملی‌پوشان شد، طوری که در مقام پاسخگویی برآمدند. پس از حذف تیم ملی نیز خیابانی در شبکه ورزش انتقادات تندی را از قلعه‌نویی مطرح کرد و کاملا مشخص بود که به سبک بازی تیمش انتقاد دارد. اما سرمربی تیم ملی دوشنبه شب بلافاصله پس از حضور در برنامه فوتبال برتر درگذشت برادر خیابانی را به او تسلیت گفت تا حرکت انسانی پیرامون جدی‌ترین منتقد خودش طی چند ماه اخیر انجام داده باشد. ما هم به نوبه خودمون با آقای جواد خیابانی تسلیت می‌گیم. روحش شاد و یادش گرامی باد. دوستان عزیز، ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. ممنون میشم نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. لایک هم فراموش نکنید. راستی پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی کانال هم تماشا کنید. ممنونم از نگاهتون.